با تخریب کنندگان، توهین کنندگان رو به نهادهای مختلف مشخصا حالا بحث شورای نگهبان برخورد میکنه و اینها تحت تعقیب قضایی قرار میگیرن. در روزهای گذشته ما شاهد بیان نکات و به تعبیری حمله شدید به شورای نگهبان به بهانه عدم احراز صلاحیت یکی از نامزدها بودیم. بعضی عنوان کردن که این مصداق توهین به شورای نگهبان و قوه قضاییه باید در این خصوص اقدام جدی انجام بده. شما این رو مصداق توهین میدونید؟ در اقدام خواهید کرد؟ خب البته من درست مطلب شما رو متوجه نشدم که کدوم مطلب رو میگید، ولی بله مسلما در این هفته های اخیر و به خصوص در این یک اوج ده روز اخیر بعضی از حرف هایی زده شد، حتی بعضی از زبان مسئولین به اصطلاح بعضی از نهادها و بعضی از افرادی که حالا ادعایی هم دارن در کشور، بعضی از مسائل گفته شد که حتما میتونه مصداق هم تشویش اذهان عمومی باشه، هم میتونه مصداق توهین باشه، هم میتونه تقریبا مصداق تحریک افراد باشه خدای نکرده برای دست زدن به بعضی از اعمال خلاف قانون، که اینا یقینا پرونده تشکیل میشه و اینا جمع آوری میشه و به وقتش برخورد میشه. حتی اگر مسئول باشن؟ حتی اگر مسئول باشن. ببینید، از انتظارات مردم، از اون چیزی که قانون اساسی، قانون عادی، اسلام از ما میخواد، جناب آقای مهدوی، این هستش که ما تبعیض قائل نشیم. شما بدونید اگر چنانچه روزی دستگاه قضایی شما تبعیضی قائل شد که یک فردی که صاحب عنوان هستش احیانا مرتکب یک اتهام میشد، جرم میشد، اینجا دستگاه قضایی از کنار این به راحتی بگذره، حتما بدونید که اون موقع یه مشکل جدی به وجود خواهد اومد، هم در دستگاه قضایی هم در کشور، و احیانا اگر یک ضعیف یک کاری رو بکنه با او برخورد کنه اما با یک قوی برخورد نکنه. این در همه مسائل صدق میکنه، چه تو فسادش باشه، چه مسائل به اصطلاح مجرمانه دیگریش باشه. ما اون زمانی میتونیم ادعا بکنیم که یک نظام اسلامی هستیم و یک دستگاه قضایی اسلامی هستیم و اون چه که واقعا امام از ما انتظار داشت، مقام معظم رهبری از ما انتظار داره، مردم شهید پرور ما از ما انتظار دارن، که تبعیض قائل نشیم. هیچ اشکالی نداره که انسان تحقیق بکنه و بعد از اثبات و بعد از اینکه همه اسناد مدارک جمع آوری کرد اقدام بکنه، اما اینکه تبعیض قائل بشیم بگیم در مورد این فرد چون ضعیف هست، چون پشتوانه نداره، چون وجه نداره، چون پول نداره، چون قدرت نداره، اینو متعرضش بشیم، احضارش بکنیم، تحقیق بکنیم ازش، اگر لازم شد بازداشتش بکنیم، اما اگر اون فردی که صاحب قدرت و مکنت و ثروت و احیانا یک عقبه هست بو کاری نداشته باشه. این بسیار خطرناکه، انشالله اون روز رو نیاره، که اگر اون روز بیاد به نظر من باید فکری به حال خودمون بکنیم. این تبعیض قائل نشدن در همه حوزه های حسینی باید باشه، مثلا در بحث مرخصی به زندان ها، به زندانی ها. ببینید، چه اشاره فرمودید، ببینید یکی از مسائلی که خب سوالاتی رو در روزهای اخیر ایجاد کرد بحث، حالا من عرض کردم مرخصی به این دلیل بود، موضوع مرخصی به یکی از مجرمانی بود که پرونده اون با سر و صدای همراه بود. بعضی این نقد رو به دستگاه قضا وارد کردن که اجازه مرخصی به این فرد با توجه به نزدیک شدن به انتخابات و سابقه ای که از این فرد در گذشته به ویژه در انتخابات 88 و فتنه 88 مطرح شده اقدام درستی نبوده. پاسخ جناب علی چیه؟ خب اگر میگفتن چرا اقدام درستی نبوده خوب بود. ببینید، ما که وقتی میگیم یک اقدام غیر تبعیض آمیز از هر دو طرفه، چرایش من عرض کردم دیگه، خب. چرایش معتقدند که خب پرونده این فرد میگه که بالاخره ملاحظاتی داره به ویژه در بحث انتخاباتی که قبلا مطرح شده بود، حالا جزئیات این پرونده که منتشر نشده، حالا با جناب علی صحبت می‌کنیم که چرا، چون پرونده به لحاظ مادی از اون رقمی که از اتالی فرموده بودید 100 میلیون بیشتره و احتمالاً انتشار جزئیاتش ایراد نداره بر اساس قانون، حالا این بماند بحث بعدی. ولی میگن خب وقتی که این ملاحظه بوده الان هم همینطور، چرا با توجه به زمان نزدیک به انتخابات این مرخصی اعطا شده؟ ببینید، این به خاطر انتخابات که نبوده، نه به خاطر انتخابات ما باید کسی رو مرخصی بدیم، نه به خاطر انتخابات اگر کسی ضرورت پیدا کرد برای مرخصی باید جلوش رو بگیریم. بله، در خصوص مسائل انتخابات های گذشته ایشون اتهاماتی داشت، خب اتهاماتش هم رسیدگی شد، اون مقداری که برای دادگاه ثابت شد حکم داد، حکم بر اساس چون این که حکم قانون جدیدم بود اشد رو حکم رو داد در اینجا. خب ایشون نیاز پیدا کرد بر اثر نظر پزشک. ببینید، خیلی از موضوعات نظر واقعا شخص قاضی تنهایی نیست، نظر کارشناس، نظر پزشک.
ایشون محکوم الان در زندان به سر میبره، پزشک تشخیص میده که ایشون این ناراحتی که داره برای احیانا برای بیمارستان بیرون، نه برای این فردی که مورد نظر شماست به اشاره میکنی، برای هر متهم دیگری هم. ما تعداد متهمینی که داریم، خب اینا اگر نیاز به یک امر پزشکی پیدا بکنن، اون مقداری که در خود زندان ها مقدور و ممکن هست اونجا معالجه میشن، تحت درمان قرار میگیرن. اگر چنانچه در اون مقدار کفایت نکنه، باید به بیرون اعزام بشن، به بیرون اعزام میشن. بعضی از اونها تحت نظر و با مأمور مراقب اعزام میشن، بعضی از اونها ممکنه نه. بعضی از اونها وقتی اعزام میشن، اونجا باز پزشک هست که تشخیص میده که این چند روز در بیمارستان باید بمونه، دوران نقاهت داره یا نداره. اگر دوران نقاهت داره، میتونه بیا توی زندان دوران نقاهتش در خود زندان بگذره یا نه. در مورد این فردی که مورد نظر شما هست، اگر حالا من اشتباه نکنم، شما مدی هاشمی رو ظاهرا میگید. حالا من نمیدونم اسپوردن بالاخره الان قطعی شده. بله، چون اینا احکامی که قطعی شد بیانش اشکال نداره، انتشارش هم حتی تبعه. البته این من موضوعاتی که مورد توجه بالاخره افکار عمومی قرار میگیره، رسانه‌ها مطرح کنن، اینا رو سعی می‌کنیم که با جناب علی حالا فرصت گفتگو پیش میاد مطرح کنیم و پاسخش رو بشنویم. بله. در استاد عرض کردم، خب ایشون رفتن یه عمل جراحی داشتن، بر اساس نظر پزشک رفتن بیمارستان بیرون عمل کردن. پزشک خودشون، پزشک معالجشون نظر دادن که ایشون باید 2 هفته در دوران نقاهتشون رو در خارج از زندان به سر ببرن تا بتونن یه مراقبت بیشتری بکنن. بر اساس شاید، من اینو نمیتونم حتما بگم چون تماس نگرفتم سوال کنم، ولی شاید به همین جهتی که شما میگید، حساسیت هایی که احیانا هستش، اونجا به این نظر پزشک معالج هم اکتفا نشده، گفتن آقا بیاد پزشک قانونی هم نظر بده. پزشک قانونی هم اومدن نظر داده، 3 تا پزشک قانونی هم نظر داده، یعنی 3 نفر و 3 تا پزشک نظر دادن که بله، ایشون نیاز به اصطلاح استراحت 2 هفته‌ای داره و این استراحت هم خارج از زندان باشه که باید یه مقدار رسیدگی ویژه بشه. پس بعد از تحت فشار قرار نگرفته بوده بازی برای این مرخصی؟ نخه، تا اونجایی که من اطلاع دارم تحت هیچ فشاری تو این مرخصی گرفتن نبوده. این نکته داره که برای این مرخصی نخه، یعنی برای موضوعات دیگه بله. تو بعضی از پرونده ها شما ببینید، اینو من قبلا هم گفتم، بالاخره یک فردی که دارای ثروته، دارای مکنته، فشار رو میاره. بله، شک نکنید شما. در مورد این پرونده ما از ابتدا، در زمان دستگیری، در زمان بازداشت، در زمان تحقیق، بعد در زمان اینا، حتما فشارهایی روی دستگاه قضایی میمد. مهم اثر هم داشت. مهم اون بود که دستگاه قضایی تسلیم نشد. اگه تسلیم شده بود که بازداشت نمیکرد، تحقیق نمیکرد، حکم نمیداد. حالا ما اصرار بر افزایش جرم افراد نداری، ولی احتمال این وجود داشت که مثلا جرمی مرتکب شده باشن و ندیده شده باشه. نه، ببینید، هر آنچه که ثابت شده در دادگاه، من عرض کردم گاهی وقتا مردم یه چیزی تو ذهنشون هست، حالا درست یا غلط، ولی مهم این هستش که بشه با اسناد و مدارک چیزی در دادگاه ثابت بشه. اون مقداری که واقعا توی پرونده ها در دادگاه ثابت میشه، بر اساس اون حکم داده میشه. ممکنه مواردی واقعا ثابت نشه. اتفاقا تو این پرونده شما ببینید، ما خیلی از پرونده ها داریم که تخفیف هم قائل میشن، در اینجا تخفیف هم قائل نشدن. و تو این مرخصی، من باز تکرار میکنم، تو این مرخصی تا اونجایی که من اطلاع دارم، اگر باز چیزی که من خبر ندارم اونا نمیدونن، تا اونجایی که من خبر دارم، نه، یه امری بوده، امر پزشکی، بعدم نظر پزشکی، و بعد از 2 هفته هم دوباره ایشون برگشتن به زندان، الان هم توی زندان هست. حالا باز در مورد این پرونده مطرح شد، میگید 2 سوال پیرامون این موضوع هم با جناب علی مطرح کنم. شما اعلام کردین که، عرض کردم، جزئیات پرونده بالای 100 میلیون تومان منتشر میشه. خب پرونده این شخص خاص بالای 100 میلیون تومان، چرا جزئیات منتشر نشه؟ من نمیگم اینو، قانون میگه. ببینید، ماده 36، شما به نقل از قانون گفتید، ماده 36 قانون مجازات اسلامی، صدر این ماده میگه که احکام قطعی مثل محاربه، مثل افساد فعل ارز، و مثل کسانی که از درجه 4 به بالا مجازات داشته باشند با یه مبلغ مشخص، اینها را باید در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر کرد. این یک تبصره هم داره، همین ماده 36 قانون مجازات اسلامی، که باز اونجا هم مصادیق رو میشماره، ارتشا و اختلاس و موارد قاچاق و چیه اونجا میشماره، چندین بند داره اینجا. این موارد هم میگه، هم از طریق، بعد از اینکه حکم قطعی شد البته، هم از طریق رسانه ملی و هم از طریق روزنامه کثیرالانتشار محلی، هم اینجا نمیگه،
در صدر ماده که میگه منتشر بشه میگه مگر این که به تشخیص قاضی اخلال در امنیت و نظامات کشوری باشه، اگر اون باشه پخش نمیشه، اما اگر اون نباشه پخش میشه. الان جای پخش شده ما ندیدیم که این شامل تفسیر الان عرض میکنم. تفسیرش حد این قیدم نداره، این قیدم نداره، میگه اگر این بیش از 100 میلیون 100 میلیون و بیش از 100 میلیون تومان بود باید منتشر بشه. دو تا مشکل ما الان باش مواجه هستیم. یک بحث این هستش که اینجا میگه که حکم قطعی باید منتشر بشه. خب حالا اگر این حکم من میگم یه حکم طولانی بود دادن به صدا و سیما، یکی از اونایی گفته رسانه ملی باید پخش کنه، رسانه ملی پول میخواد بگیره پخش کنه یا همجوری پخش میکنه؟ اینو شما نمیدونم. خب حالا بازرگانی من الان عرض میکنم میخوایم به روزنامه ها بدیم، روزنامه ها میگن که آقا ما میخوایم یه دو تا فرض کنیم خط آگاهی بزنیم اینقدر پول میگیریم، میخواد پول بگیره میخواد پول نگیره. حالا اینجا اصلا یه اختلاف نظر هست که اینجا نگفته قوه قضاییه موظف به انتشار هستش. اگر اومد حالا میخواد منتشر بشه باید دادنامه منتشر بشه یا نه اون فقط محکومیت؟ یک دادنامه ما داریم مثلا فرض کنیم مثل اون پرونده‌ای که مال فساد مالی بزرگی که 3000 میلیاردی که میرسید که آقای سراج رسیدن، دادنامش چقدر بود؟ خیلی، چند دادنامش صفحه بود؟ چند صفحه؟ چند دادنامش بالای 1000 صفحه بود دادنامش. خب 1000 صفحه رو شما میخواید پخش کنید؟ نه ببین این که نیست آقای محسن، من قبول دارم این قدری حالا غیر منطقی نمود میکنه، ولی به نظرم میاد جسارت نباشه، به نظرم میاد یه قدری ما داریم وارد از داریم موضوعات میشیم که توجیه کنیم این بحث رو. نه. حالا نه این پرونده، پرونده دیگه هم هست، ما میتوانیم بالاخره اهمش رو که اطلاع رسانی کنیم، اهمش رو اطلاع رسانی میکنیم. همین پرونده ای که الان دو تا سه تا پرونده ای که من اشاره کردم، بعد از قطعیتشون من اومدم گفتم آقا فلانی، مشخصاتش هم گفتم، حکمش هم گفتم و میزانش هم گفتم. شما الان جزئیات رأی این پرونده رو گفتین؟ بله. الان میشه یک بار دیگه برام بفهمید؟ خب من اینو گفتم قبلا. ببینید ایشون اتهاماتی داشت که سه مورد از اون، البته بعضیش در هم ادغام شد، ولی مجموعا تحت سه عنوان این جرم برای دادگاه محرز شد، از مواردی هم تبرئه شد، مواردی هم عرض کردم در هم ادغام شد که شد سه عنوان: ارتشا، اختلاس و مسائل ضد امنیتی. که در خصوص ارتشا ایشون محکوم شد به 10 سال حبس با ضبط اون مورد مبلغ ارتشا و جزای نقدی معادل اون که 5,200,000 دلار بود. در مورد اختلاس هم محکوم شد به 10 سال حبس و 1,200,000,000 خورده، الان خوردهش یادم نیستش دقیقاً، دلار نه اون تومن. تومن در مورد اختلاس، چون البته مواردی که در کیفرخواست اومده بود بیشتر از این بود، ولی در دادگاه و در بعد از تجدید نظر این مقدار بیشتر تایید نشد. در مورد اختلاس هم به 10 سال حبس، 1,200,000,000 تومن و در مورد مسائل امنیتی هم به 5 سال حبس محکوم شد. در باز 50 ضرب شلاق هم بود. خب این مقدار 25 سال حبس، 50 ضرب شلاق و رد مال و جزای نقدی. جمعاً 25 سال حبس، 50 ضرب شلاق، 1,200,000,000 تومان بابت اون اختلاس و در رابطه با ارتشا هم جزای نقدی 5,200,000 دلار و رد مال. الان اینو اجرا هم شده؟ خب آقای محسنی الان عرض میکنم. پس ببینید این مقدار گفته شده، در مورد سایر پرونده هایی که قطعی شده اون پرونده هم همینطور. پرونده امیر منصور آریا خب مدت ها بود که هی سوال میکنن، گفتیم بابا هنوز حکم قطعی نشده. وقتی قطعی شد همه اونها با جزئیات گفته شد، آقا این تعداد متهم، این مجازاتشون، این مقدار مصادره، این مقدار فرض کنه ضبط مال، این مقدار اعدام، این مقدار، همه اینا گفته شد. در مورد آقای رحیمی خب تا زمانی که حکم قطعی نشده بود هر چی میپرسیدن گفتیم از جزئیاتش معذوریم، وقتی که قطعی شد گفتیم، گفتم آقا این مقدار حالا حکم یک طرف خود پرونده هم مهمه، اون جزئیات پرونده که حالا نمیگیم دادنامه، ولی بالاخره اون اهم موضوعاتی که میتواند، میدونید چون وقتی که ما یک سرفصل کلی رو مطرح میکنیم
اون سرفصل کلی میتواند تبعاتی رو در فضای عمومی و افکار عمومی ایجاد بکنه و هر کدوم سناریو پردازی هایی بشود، یا واقعا علیه اون شخص که حتی اتفاقا جرم مرتکب شده علیه اون شخص اقدامی بشه و اضافه بر اون عنوان بشه، یا اینکه نه از اهمیت اون جرم کاسته بشه و به نفع اون شخص به نوعی مطالب بیان بشه. به نظر میاد که اینجا یه قدری باید دستگاه قضا جدیتر وارد بشه. جدید ببینید، ما خواهش میکنم اگر ملاکمون قانون هست، قانون چی گفته؟ من که عرض کردم اینجا الان البته اختلاف برداشتم هست شما، وقتی میگه حکم قطعی انتشار پیدا کنه یعنی چه حکم قطعی؟ یعنی کل حکم. اگر این باشه به نظر میرسه که چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، به دو جهت امکان پذیر نیست، نه همه رسانه ها حاضر میشن این همه مطرح بکنن، نه مردم اصلا حاضر میشن اینقدر بخونن. حالا برفرض بگیم مردم حاضر میشن، کدوم روزنامه هستش که بیاد مجانی مثلا فرض بکنیم حداقلش ما چقدر حکم داریم در کل سال، همه اینها رو مثلا اصلا کل صفحاتش میخواد به این اختصاص بده میتونه، آیا مجانی میخواد بکنه یا با پول؟ با پول اگر میخواد بکنه خب بسیار خوب. حالا ممکنه کسی برداشت بکنه وقتی میگیم که آقا باید انتشار پیدا بکنه، اجرای حکم با قوه قضاییه است، فعلا قانون چیزی اینجا مسکوته، اما میگیم که ظهور در این داره که کسی ممکنه این حرفو بزنه، ظهور داره که قوه قضاییه باید پرداخت کنه. قوه قضاییه در سال 94 که چنین چیزی دیده نشده، من اینجا استفاده بکنم این رو، قانون آیین دادرسی که از برج 1 سال 94 قابلیت اجرا پیدا کرد و قانون همین مجازات اسلامی که یک ماده 36 هست که به استناد میکنیم که از سال 92 لازم الاجرا شد، ما پیش بینی کردیم برای سال 95 حداقل برای این چیزایی که تو این قوانین اضافه شده و قبل نداشتیم بیش از 1,000 میلیارد تومان نیاز هستش، فقط برای این چیزایی که در این دو تا قانون اضافه شده. خیلی متشکرم، نمیخواد منتشر 1,000 میلیارد تومان همون دیگه. خب ولی حالا از شوخی گذشته، الان ببینیم که حالا دولت محترم و مجلس محترم یه پیش بینی هم کردیم، یه پیشنهاد هم دادیم، دادن یا نه؟ خب اگر نه ما چه کار میتونیم بکنیم؟ آیین دادرسی اومده گفتی که برای شهود اونجوری انجام بدید، برای کسانی که مثلا فرض کنید اگر تبرئه شدن چه کار کنید؟ چی اگر واقعا این رقم هست که واقعا الان در کشور اولویت دیگر، مثلا 1,000 میلیارد تومان واقعا تو بودجه اون واقعا عدد قابل توجه است و موضوعات دیگر، حالا عمران نمیگم تو حوزه فرهنگی تو حوزه غیره، ولی اینکه حالا دلیل این اصرار چی بود، خیلی هم نمیخوام زمان برنامه رو به موضوع اختصاص بدیم، دلیل این موضوع این است که به نظر میاد مثلا وقتی میگیم فلان فرد دچار، اتفاقا وقتی هم که از خواص باشن دچار جرم امنیتی شده، هزاران گمان زنی مطرح میشه، اختلاس هزاران رقم مطرح میشه، ارتشا. حالا برگردیم به سر این موضوع، خیلی دیگه بریم تمرکز کنیم. الان فرمودین که این جزئیات رأی همگی اجرایی شده، خب ایشون الان دارن حبس رو متحمل میشن و نه هنوز رد مال و جزای نقدی انجام نشده. نه خیر، رد مال و جزای نقدی انجام هنوز انجام نشده. تا چه زمانی قرار است قصور بشه؟ یعنی قانون حد نذاشته؟ اگر نه حدی نذاشته مونتاژ، اگر چنانچه اینایی که معمولا حبس دارند، چون میگه ما که تو حبس هستیم اختصاص به ایشون نداره، ما بقیه هم همینطور، اینا حالا بالاخره بهشون ابلاغ میشه و اگر هم بدن به نفعشون هستش، ندن به ضررشون هستش، اگر نهایت حتی بعد ندادن اموالی داشته باشن شناسایی میشه، خود دادگاه از اموال اونها استیفا میکنه. اگر نبود در قانون باز پیش بینی کرده، حبسشون که تمام شد بدل از جزای نقدی که دارن بر اون مدت مشخصی که در قانون پیش بینی شده باز دوباره باید تو حبس بمونند. بله، عرض کنم به یه موضوع دیگه هم بود که فرمودین و من سازنم فراموش شد. عرض شد که فراموش شد. نه در بحث بحث اعاده دادرسی برایشون متصوره، یعنی که نه این حکم قطعیه. این حکم قطعی، اگر قطعی نبود که الان تو زندان نبودن، این حکم قطعی هست. این اعاده دادرسی دیگه امکان پذیر نیست. ببینید در مورد اعمال ماده 477 که الان مادهش عوض شده، قبلا میگفتن اعمال ماده 18، این اعمال ماده 18 خب حالا اون یه بحث رسیدگی فوق العاده است که در این پرونده در حال حاضر خواسته ای نبوده که بخواد عملیاتی بشه. در هر صورت الان حکم قطعی است و ایشون دارن تحمل میکنن اون مجازاتش. متشکرم از جان...